سرخط مهمترین خبرها آغاز اقدام شدید از سوی طالبان بر علیه داعشیان حمله کننده بر سوفیان هشدار آمریکا به چهار کشور عمده جهان درباره بازداشت گالانت و نتانیاهو و خوشخبری وزارت انرژی طالبان از تکمیل کار بند پاشدن سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز و یک بسته تازه و مهم خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. بعد دنبال تیرباران ده تن از شهروندان کشور در ولایت بغلان مولوی زبیح الله مجاهد میگوید که طالبان اقدامات خود را آغاز کرده و به زودی عاملین این حادثه را شناسایی و بازداشت خواهند کرد. نیروهای مرد افغانستان بیشتر از قبل توجه پدیده فتنه‌انگیز خواهد بود و عاملین جنایت را انشالله که هم پیدا خواهد کرد و هم به کیفر اعمالشان خواهد رساند. و افزوده است که داعش در افغانستان به شدت سرکوب و تضعیف شده و آنها تنها بر نقاط ضعیف حمله کرده و به آنها آسیب میزنند و علاوه کرده است که داعش در افغانستان در حال نابودی است و نیروهای حکومت سرپرستشان فعالیتهایشان را آغاز کرده و به زودی عاملین حمله بر مردم ملکی در ولایت بغلان را به شدت تنبیه و مجازات خواهند کرد نیروهای امارت اسلامی افغانستان در برابر پدیده داعش بسیار با جدیت مبارزه هستند و این پدیده را در حالت نابودی قرار دادن. همزمان با این اتحادیه ای اروپا نیز حمله بر نمازگزاران در مسجدی در ولسوالی نهرین ولایت بغلان را نکوهش کرده است این اتحادیه در پیامی با خانواده های قربانیان این رویداد نیز ابراز همدردی نموده است نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرده است که تمامی اخشار جامعه باید در برابر خشونت ایمن و مسئون باشند. از سوی هم با گزارش خبرگزاری تاس معاون وزیر خارجه ی روسیه در تازه ترین سخنانش گفته است که هنوز زود است تا در مورد رسمیت دادن به حکومت کنونی افغانستان صحبت کنیم و ای علاوه کرده است که بیایید تا به تدریج و گام به گام عمل کنیم اما قصد نداریم بعد طور قصدی روندها را رو مختل کنیم این مقام روسی خاطر نشان کرده است که مسکو در حال برداشتن گامهایی برای ایجاد تعامل با طالبان در مورد مزاعت دو جانب است در همین حال وزارت انرژی حکومت سرپرست افغانستان اعلان کرده است که 80 درصد کار ساخت بند پاشیدان در هرات تکمیل شده و این بند به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. کارای پروژه در حدود 85 الی 90 کارای پروژه پیش رفته و تقریبا 2 درصد کارای شمانده. به گفته این وزارت این بند ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب و تولید دو مگاوات برق را دارد. گفتنی است که بند آب پاشدان در ولسوالی کرخ و در 25 کیلومتری شهر ولایت هرات موقعیت دارد که کار ساخت آن در سال 1390 خورشیدی آغاز شد و قرار بود در سه سال تکمیل شود. همزمان با این اتحادیه اروپا گفته که بیش از 16 میلیون دلار برای حمایت از کشاورزان آسیب پذیر در افغانستان کمک می کند. هدف اصلی این برنامه افزایش بهرهگیری کشاورزی ارتقای معیشت متنوع و فراهمسازی بازار مناسب برای فروش محصولات کشاورزان عنوان شده است. انتظار میرود که هفت هزار خانواده متأثر از تغییرات اقلیمی در ولایت قندهار، هلمند و بادغیس تحت پوشش این برنامه قرار بگیرند. در همین حال رسانه دولتی ازبکستان اعلام کرده که میزان بهای تجارت این کشور با افغانستان در ده ماه سال روان میلادی نزدیک به 900 میلیون دلار میرسد. همچنین حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی اعلان کرده است که سرک اتصالی چهار راهی صحت آمد تا ارک پس از سالها بازگشایی می شود و یفزوده است که کار ساخت دروازه ورودی این مسیر جریان دارد و در حال حاضر تنها برای تردد افراد مهم و مهمانها بازگشایی خواهد شد. فطرت همچنین گفته که در سه سال اخیر بسیاری از مسیرها در کابل و برخی ولایات که در 20 سال گذشته مسدود بودند اکنون بازگشایی شدند. پدیارو که خوشحالی پدی موتور تون سر خوشحالی دا مرات دم را دوایی کی ویوگورشی دم را خدمت را تکی یا دم دومره سوالات نر برابری. در همین حال وزارت مالی هم میگوید که در یک هفته ی اخیر شش تانکر تل بیکیفیت با ایران و با ترکمنستان بازگردانده شده است. این وزارت روز یکشنبه چهارم قوس با نشر ای. گفته است که این تانکرهای تل از طریق گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فراه و گمرک ترغندهی در ولایت هرات بازگردانده شده است. مقام های ایرانی پیش از این از استراد تانکرهای تل به این کشور انتقاد کرده و گفتهاند که سنجش کیفیت تل از سوی حکومت سرپرست افغانستان با هیچ میار جهانی برابر نیست. و گزارش دیگر این که روی ترز گزارش داده که در 48 ساعت گذشته و در نتیجه حمله های اسرائیل در سر و سر نوار غذا دست کم 120 فلسطینی جان باخته اند. در گزارش آمده که در میان کشته شدگان هفت عضو یک خانواده نیز شاملند. همچنین وزارت بهداشت لبنان گفته که در پی حمله هوایی نیروهای اسرائیلی 20 نفر در بیروت مرکز این کشور جان باختند و با گزارش روی ترز در میان قربانیان چهار کودک نیز شامل هستند. همچنین و به دنبال صدور حکم از سوی دادگاه کیفری بین المللی در مورد بازداشت بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع سابق اسرائیل آمریکا چهار کشور را تهدید کرده است که اگر نتانیاهو را بازداشت کنید شدیدا تحریم می شوید و گزارش فاکس نیوز لندسی گراهام سناتور آمریکا خطاب به کانادا انگلیس آلمان و فرانسه تهدید کرده است که اگر در بازداشت صدر اسرائیل مشارکت کنند برای ضربه زدن اقتصادشان محدودیت های اقتصادی شدیدی را پیشنهاد خواهد داد در همین حال یک هم زن در اوکراین برای مانع شدن اعزام بستگانش به جنگ با روسیه با پلیس این کشور درگیر شده است و گفته منابع خبری این زن تلاش کرده است تا نگذارد که بستگانش به جنگ با روسیه بروند دسته بود. دسته بود. دسته بود دسته همزمان با این رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که این کشور در ماه ژانویه منتظر دریافت طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده است دوستان عزیز با پایان برنامه کنونی رسیدیم از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم تا برنامه های بعدی الله یار و نگهدارتان باد